ماهیگیر و خرچنگ. روزی روزگاری مرغ ماهیخواری در کنار برکه‌ای زندگی می‌کرد. اون هر روز از همون برکه ماهی می‌گرفت. تمام ماهی‌ها از اون متنفر بودن، اما اون تمام ماهی‌ها رو دوست داشت چون ماهی‌ها خیلی خوشمزه‌ان. ماهیخوار همیشه غذای مفصلی داشت و از شکار کردن و غذاش لذت می‌برد. چه اتفاقی برام افتاده؟ ماهیخوار پیرتر و ضعیف‌تر می‌شد. اون مثل همیشه نبود. پروازاش کوتاه‌تر شده بودن. من فقط خسته‌ام. و وقتی برای ماهیگیری شیرجه می‌رفت، بیشتر مواقع ماهی‌ها به خاطر حرکات کندش فرار می‌کردن. مفصلم بدجوری درد می‌کنن. نرو اونجا، ماهیخوار می‌خورتت. وای، نگران نباش، الان دو هفته است که نتونسته منو بگیره. منم دستش میندازم، اما میبینیم که حتی نمیتونه تکون بخوره. قبل از اینکه بخواد منو بگیره، من کلی ازش دور شدم. بذار نشونت بدم. وای، غذا. الان میگیرم. وای. اما ماهی با دوستاش فرار کردن و اون کفه آب افتاد. اونو دیدین؟ دیگه لازم نیست از ماهی خوار بترسی. با گذشت زمان ماهی خوار ضعیف‌تر شده بود، به طوری که نمیتونست غذای خودش رو به دست بیاره. ماهی ها اطراف شنا میکردن ولی اون نمیتونست اونها رو بگیره. لعنت به پیری. حالا چطوری باید غذا بخورم؟ الان دو روز چه گشنه موندم. یه روز اون واقعا گرسنه بود. روزهای زیادی بود که غذایی نخورده بود. برای اینکه گرسنگیشو بدون مشکل و زحمت زیاد برطرف کنه، نقشه ای کشید. میدونم باید چی کار کنم. برای اینکه نقشه‌شو عملی کنه، با حالت غمگین و ناراحت، بدون اینکه توجهی به ماهیگیری داشته باشه، کنار برکه رفت. ماهی‌ها، قورباغه‌ها و خرچنگ‌ها فکر کردن که چرا اون سعی نمی‌کنه ماهی بگیره. چقدر ناراحته. شاید گرسنه شه. یعنی می‌میره؟ خرچنگ بزرگی با دیدن ماهیخوار ناراحت کنارش رفت. سلام ماهیخوار پیر. چه اتفاقی افتاده؟ انگار خیلی نگرانی. افسوس، خبرای بدی راجع به این برکه هست. خبرای بد؟ چه خبری؟ نه، طاقتشو ندارم بهت بگم. دست بردار، اگه درباره برکه هست، ما هم باید بدونیم. ما هم اینجا زندگی میکنیم. باشه، حالا که اصرار میکنی میگم. من نگرانم که به زودی برکه از ماهی خالی بشه. اونا منبع غذایی من هستن. من از اونا تغذیه میکنم. خالی از ماهی بشه؟ چطوری؟ آخه چرا؟ شنیدم که آدم ها میخوان این برکه رو پر از گل و لای بکنن تا توش محصول بکارن. وای خدای من، این واقعا بدشانسیه. باید به بقیه هم بگم. خیلی بده، خیلی افتضاحه. حالا باید چی کار کنم؟ تمام موجودات برکه بعد از شنیدن حرفای ماهیخوار نگران شدن. خدای من، حالا باید چی کار کنی؟ بازم تو میتونی توی خشکی زندگی کنی، ولی ما ماهی هستیم، چی کار کنی؟ ترس همه جا پخش شده. وقتی ماهیخوار موقعیت و مطابق میل خودش دید، گفت نه ترسید، یه راه فراری هست. چه راهی؟ خوبه، یه برکه دیگه اونورتر هست. اونجا جای همه شما امنه. اگه همتون بخواید، من میتونم هر روز چند تا از شما رو ببرم به اون برکه تا اونجا راحت زندگی کنید. آره، لطفاً به ما کمک کن. کمکمون کن. همه در برکه مشتاق بودن که ماهیخوار به اونها کمک کنه. اما من چند تا شرط دارم. چی؟ چون پیر شدم، باید بین سفر استراحت کنم. و اینکه هر بار فقط میتونم
چند تا ماهی رو ببرم اونجا؟ باشه، موافقی؟ آره خوبه، ما موافقیم، مشکلی نیست. همه قبول کردن تا با شرایط ماهی خار با اون برن. توی اولین سفر ماهی خار چند ماهی رو روی نوکش گذاشت، اما به جای اینکه اونها رو به برکه دیگه ای ببره، اونها رو روی تپه‌ای همون نزدیکی ها برد و خورد. بالاخره گرسنگی برطرف شد. بعد از اینکه کمی استراحت کرد، دوباره گرسنه شد. سفر دومش رو شروع کرد. به این طریق ماهی خار بدون هیچ زحمتی یک منبع همیشگی از ماهی داشت. بعد از چند روز اون سلامتیشو به دست آورد و چاق و چله شد. خرچنگ بزرگ هم میخواست در امان باشه. لطفاً منم به اون برکه ببر. وقت خوبیه که یه غذای متفاوت رو امتحان کنم. باشه، دفعه بعد تو رو با خودم میبرم. دفعه بعد، بعد از اینکه کمی گذشت، چقدر دیگه تا برکه مونده؟ ماهی خار فکر کرد که خرچنگ یک موجود بیگناهه و درباره نقشه های شیطانی چیزی نمیدونه. تو خیلی احمقی، فکر کردی من نوکرتم؟ هیچ برکه این اطراف نیست. من این نقشه رو کشیدم تا همه تونو بخورم. حالا آماده باش تا زندگی تموم بشه. خرچنگ بازی کثیف ماهی خار رو فهمید. نه، تو یه ماهی خار خودخواهی، من اینجوری نمیمیرم. خرچنگ بدون اینکه روحیش از دست بده، سری چنگال‌های تیزش رو دور گردن ماهی خار انداخت. آی، نکن درد داره. حالا دردش کم بیشترم میشه. خرچنگ سر ماهی خار رو جدا کرد و سرانجام ماهی خار مرد. خرچنگ به برکه برگشت و تمام ماجرا رو برای حیوانات دیگه برکه تعریف کرد. همه از خرچنگ برای کارش تشکر کردن. وای خرچنگ، تو خیلی باهوشی. نه، ماهی خار به خاطر حرص و طمع خودش زندگیشو از دست داد، نه باهوشی من. درس اخلاقی این داستان: همیشه به خاطر داشته باشید که حرص و طمع زیاد زیان آوره.